بسم الله الرحمن اللهم صل على محمد و آل شبکه بازار. در مراسم افتتاح این شبکه رئیس جمهور طی سخنانی با تشکر از رئیس رسانه ملی گفت: تشکر میکنم از جناب آقای زرقامی که همت دارن برای گسترش شبکه‌های صدا و سیما. بالاخره ما در کشورمون طبق قانون اساسی نمیتونیم صدا و سیمای خصوصی داشته باشیم، پس صدا و سیمای ملی که یگانه است باید همه نیازها برای همه اقشار، همه سلایق رو پاسخ بده. لازمه که گسترش پیدا کنه. اونقدر ما در هنر، در صنعت، در تجارت، در سیاست، در فرهنگ اینقدر حرف برای گفتن داریم که ده ها شبکه هم راه اندازی بشه خوراک لازم وجود داره. آقای احمدی نژاد یکی از بخش‌های مهم کشور را اقتصاد دانست و گفت اگر تولید ملی ما افزایش نیابد اقتصاد ما نمیتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. آقای احمدی نژاد افزود شبکه‌ای که چند کار را انجام دهد برای اقتصاد کشور بسیار مفید است. یکی از این کارها اطلاع رسانی است که بسیار مهم است. رئیس جمهوری افزود: ما باید بریم به سمتی که در داخل کشور در حد اکثر کالای ایرانی مصرف بشه. بزرگترین بازار برای کالای ایرانی خود ایرانه. یه بازار 75 میلیون نفری، مردمی که مردم تعالی طلبن، دنبال پیشرفتن، همیشه بهترینشو میخوان، خوب استفاده میکنن. رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر توانمندی بسیار بالای تولید کنندگان داخلی برای حضور در بازارهای خارجی و رقابت در بازارهای جهانی تصریح کرد: امروز خوشبختانه تولید کننده های ما هم در سطح بسیار بالایی تولید میکنن، خیلی بالا، قابل رقابت هست با انواع در دنیا. یه مقدار دیگه حمایت بکنیم، حمایت درست و عالمانه، حتما اینا میتونن وارد بازارهای جهانی بشن و هم اشتغال کشور رو درست کنن، هم پشتوانه فرهنگی و سیاسی کشور باشن، هم درآمدها و ثروت ملی رو افزایش بدن. رئیس رسانه ملی نیز در ابتدای این مراسم با تشکر از حمایت‌ها و مساعدت‌های رئیس جمهور و دولت در توسعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی راه‌اندازی این شبکه را گامی مؤثر در تحقق اهداف سال جهاد اقتصادی دانست و تصریح کرد این شبکه در خدمت رونق تولید و اقتصاد کشور است و دو حوزه کلی حمایت از مصرف کننده و حمایت از تولید کننده داخلی محور برنامه‌های آن خواهد بود. آقای زرقامی رونق و تقویت اقتصاد ملی را از اهداف مشترک برنامه‌ریزان اقتصادی و مدیران اجرایی کشور دانست و افزود آموزش اصلاح الگوی مصرف به وسیله تلویزیون به عنوان گسترده‌ترین رسانه یکی از راه‌های رسیدن به رونق اقتصادی در عرصه ملی است. وی کارکرد شبکه بازار را معطوف به حمایت از تولید کنندگان داخلی و مصرف کنندگان دانست و افزود راه اندازی این شبکه در سطح اقتصادی کلان موجب سرعت در افزایش شاخص‌های ملی اقتصادی و در سطح خرد به شکوفایی بنگاه‌های کوچک، متنوع و متوسط منجر خواهد شد. در مورد مصرف کننده، هدف ما این هست که مصرف کننده بتواند دانش خرید کالا و خدمات و سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی خودش رو ارتقا بده، آسان بخره، ارزان بخره، مطمئن بخره، درست سرمایه گذاری کنه، عدالت اطلاعاتی رو در حوزه اقتصاد به دست بیاره و همه مردم به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه از یک اطلاعات مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی برخوردار بشن. اطلاع رسانی درست بشه، کالاهای جدیدی که به بازار میاد کاربردهای مختلف داره، با این کاربردها باید مردم آشنا بشن. اصلا آرامش در زندگی مردم،
و تسهیلات و روان شدن زندگی با حداقل قیمت ها از جمله وظایفی است که نظام بر عهده داره. صرف جویی در هزینه ها بشه، فرصت ها از دست نره، وقت مدیریت بشه، بهره‌وری در زندگی شخصی بالا بیاد و بسیاری از اتفاقات دیگری که به هر حال در کنار اطلاعاتی که از این شبکه منتشر میشه میتونه بر جامعه اثر بذاره. از نظر تولید کننده فرصت بسیار استثنایی است برای تولید کنندگان داخلی و رونق اقتصادی. در واقع گام مؤثری است در سال جهاد اقتصادی برای اینکه تولید کنندگان داخلی از رونق بیشتری برخوردار بشن. این شبکه کالای خارجی تبلیغ نمی‌کنه، فقط در خدمت کالای داخلی است. هدف ما راهنمایی مردم، رضایتمندی مردم، پاسخ به یک نیاز جدی است که امروز در جامعه وجود داره و ما باید به درستی پاسخ بدیم. بنابراین تولید کنندگان داخلی فرصت مناسبی دارن. بنگاه‌های کوچک شکوفا خواهند شد، شاخص‌های ملی اقتصاد در اقتصاد کلان افزایش پیدا خواهد کرد. شبکه سراسری بازار که از امروز کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده است، هم اکنون از کانال 16 گیرنده های زمینی دیجیتال قابل دریافت است و به صورت 24 ساعته کالاها و خدمات متنوع ایرانی را به مخاطبان معرفی می کند.